قطعی اینترنت چه خسارتهایی به بار میاره؟ ایران کشوریه که بیشترین قطعی اینترنت در سال 2023 رو داشته. دسترسی به اینترنت تا به حال 14 بار به طور گسترده مختل شده. نایب قهرمانان این نمودار نگران کننده هند با 9 مورد و پاکستان با 3 مورد محدودیت دسترسی به اینترنت در مقیاس بزرگ. این خاموشی‌های اینترنت اغلب خدمات آنلاین خاصی رو هدف قرار میدن و نه دسترسی به اینترنت به طور کلی رو. مثلا پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و تیک تاک که در سطح جهانی بیشترین تأثیر رو دارن. در ایران اسنپ‌چت، ردیت و به تازگی هم ترید مسدود شدن. در سرتاسر جهان اعتراضات عامل اصلی محدودیت‌های اینترنتی اعمال شده توسط دولت‌ها هستند و حتما نباید خاموشی اینترنت سراسری باشه تا تأثیر خودشو بذاره. مثلا توی زاهدان اختلال اینترنت همزمان با اعتراضات روزهای جمعه رخ داده. خاموشی اینترنت فقط دسترسی آزاد به اطلاعات رو مختل نمی‌کنه، بلکه روی اقتصاد هم تأثیر منفی می‌ذاره. کارشناسا تخمین میزنن که در سال 2022 قطعی اینترنت حدود 800 میلیون دلار به مشاغل ایرانی خسارت وارد کرده. در همین بازه زمانی روسیه هم نزدیک به 22 میلیارد دلار از اختلال در اینترنت خسارت دیده. شما در مورد این استراتژی حکومت‌ها برای جلوگیری از اعتراضات مردمی چی فکر می‌کنید؟